پیش از طریق خوش آمدید سرخط خبرها. اتهام پخش سازمان یافته خبرهای جعلی در 15 کشور. دو گزارش تحقیقی از کشف شبکه‌ای مرتبط با نهادهای امنیتی ایران میگوید. از افزایش قیمت سوخت تا سیاست‌های اقتصادی امانوئل مکرون، اعتراض‌ها در فرانسه به خشونت کشیده شد. در بخش صد زن این برنامه، رحم جایگزین و خلع قانونی در ایران، نگرانی هایی که دو سو دارد، زنی نگران، حامل کودک والدینی نگران. همه میتونن کاری که دوست دارن داشته باشن، باید دورور ما دنیا قبول کنه که هممون فرق میکنیم و کار این مهمیه که من دارم. و نگاهی به زندگی یک زن موفق. مونا ورنون مدیر ارشد فناوری میگوید که مادر بودن و موفقیت شغلی تضادی ندارد. سلام عرض میکنم، باران عباسی هستم. انتشار اطلاعات دروغین و اخباری که به مذاق حاکمیت ایران خوش بیاید، این مأموریت بیش از 70 وبسایت بوده. وبسایت هایی که بنابر دو گزارش جداگانه آدرس درستی ندارند، اما اگر خوب بگردید می توانید ردشان را تا تهران دنبال کنید. پروژه‌ای برای تأثیر بر افکار عمومی در 15 کشور از افغانستان و روسیه گرفته تا اسرائیل و آمریکا. خبرگزاری رویترز و شرکت امنیت سایبری کلیر اسکای واقع در اسرائیل این دو گزارش را منتشر کردند. میگویند که این وبسایت‌ها به زبان‌هایی از جمله انگلیسی، عربی، پشتو و اردو مطلب منتشر می‌کنند، مطالبی که یا دروغ است یا مطابق با اهداف سیاسی ایران. بی بی سی نمیتواند مستقلا این ادعا را تایید کند، اما در صورت صحت ایران در این جنگ اخبار جعلی چه جایگاهی دارد و نفوذش تا کجا گسترده شده؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی از بهرنگ تاشتی. اینها بعضی از سایت هایی هستند که رویترز و کلیر اسکای میگویند با ایران مرتبطند. سایت های خبری به بیش از 10 زبان برای مخاطبانی در حداقل 15 کشور با حدود 500,000 مخاطب در ماه. رویترز میگوید شواهدی پیدا کرده که اکثر این سایت ها از نظر فنی یا محتوایی با نهادی ایرانی به نام اتحادیه بین المللی فضای مجازی در ارتباطند. در اساسنامه این اتحادیه آمده ایجاد شبکه رسانه‌ای در سراسر دنیا که بتواند در مواقع حساس همسو با حق طلبان جهان صدای متفاوت از رسانه‌های امپریالیستی را به گوش مردمان جهان برساند، یکی از دستاوردهای مهم این اتحادیه است. اتحادیه بین المللی فضای مجازی سایت هایی را ایجاد کرده تا برای رسانه های همسو پوستر، ویدیو، کارتون و مطلب تولید کند. سایت های این شبکه در موضوعاتی از جمله برجام، جنگ داخلی سوریه، مناقشه اسرائیل و فلسطینیان و بحران یمن مطالبی منتشر می کنند که همسو با مواضع ایران است. ویژگی مشترک دیگر این سایت ها نامعلوم بودن گردانندگان آنهاست. مثلا سایتی به نام از سودان الیوم آدرس این خرابه را در خارتوم به عنوان دفترش اعلام کرده. بخش قابل توجهی از مطالب این سایت ها هم کپی از جاهای دیگر است. مثلا این مطلب سایت نیل نت آنلاین به گفته خودش از سودان الیوم کپی شده. این یکی کپی گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه است و سومی از العالم ایران کپی شده بدون بسیاری از محتویاتش. به گفته کلیر اسکای این سایت ها مخاطبانی در اندونزی، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، سوریه، یمن، عربستان، اسرائیل، سرزمین های فلسطینی، مصر، سودان، نیجریه، الجزایر، بریتانیا و آمریکا را هدف گرفته بودند. از زمان انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، بحث اخبار دروغین و سایت‌های خبری مجهول الهویه بالا گرفته و فشار به غول‌های دنیای شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر برای مقابله با آنها افزایش یافته. آنها تابستان امسال از بستن صدها صفحه و حساب مرتبط با ایران خبر داده بودند.
بی بی سی نمیتواند جزئیات گزارش‌های خبرگزاری رویترز و شرکت اسرائیلی کلیر اسکای را مستقلاً تایید کند، ولی اگر این گزارش‌ها درست باشد، بخش دیگری از تلاش‌های ایران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در کشورهای دیگر را نشان می‌دهد، تلاش‌هایی که آنقدرها هم پنهان نبوده. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بهرنگ الان با ماست. بهرنگ، تو روی این گزارش تحقیق کردی، جزئیاتش رو میدونی. این مطالبی که رویترز گفته، شواهدی که گفته ارائه کرده در مورد ارتباط این سایت‌ها با ایران، چقدر محکم هستن این شواهد؟ ببین، اینا هیچ کدوم رد پاهایی نیست که کاملا غیر قابل جعل باشه. قضیه اینه که چند ماه پیش شرکت امنیت سایبری آمریکایی به نام فایر آی یه گزارش منتشر کرد در مورد 6 تا سایتی که اون موقع متوجه شده بودن که برخلاف ظاهرشون اینها ظاهراً به ایران مرتبطن، یعنی سایت‌های خارجی مثلا آمریکایی نیستن. همون ردپاهایی رو که اونجا پیدا کردن، ردپاهایی از این که مثلا چه کسی دومین اون سایت‌ها رو اولین بار ثبت کرده یا روی چه سروری قرار دارن و مسائل شبیه به این ردپاها رو دنبال کردن و رسیدن به یک شبکه گسترده تری. یکی از خطوطی که دنبال کردن فقط بحث این ردپاهای دیجیتال نبوده که مثلا کی ثبت کرده، کجا ثبت کرده، سرویس هاستینگ یا میزبانی سایت رو از کجا گرفته، بلکه متوجه شدن که بعضی از این سایت ها دارن از محتویات این اتحادیه بین المللی فضای مجازی استفاده میکنن و بعد از طریق اون رفتن نگاه کردن ببینن چه سایت های دیگه هستن که از اون محتوا استفاده میکنن و سر این ادعا کردن که اینها همه مرتبطن با ایران، چون اون اتحادیه بین المللی فضای مجازی یه نهاد ایرانیه. اما این که آیا همه اینها رو در واقع یک گروه داره میگردونه یا نه، نه، این مشخص نیست. به نظر میاد بعضی از این سایت ها ارتباط نزدیکتری با اون نهاد در ایران دارن، ولی بعضی ها ممکنه شواهد محکمی از ارتباطشون بجز این که از محتوایی که تو سایت های مرتبط با اون تولید میشه استفاده کردن، شواهد محکمتری از این وجود نداره. بهرنگ با ما بمون. از لس آنجلس هم مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری های جدید اینترنت پیوسته. آقای یحیی نژاد، شما چطور میبینید کار این وبسایت ها رو؟ کار وبسایت خیلی گسترده بودن و جالبیش این بوده که هدف این وبسایت ها لزوماً آمریکا و غرب اروپا نبوده، بلکه کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه بودن و جزء کشورهایی که خب تعداد زیادی از وبسایت ها هدف قرار داده بودن کشور یمن و سوریه بوده که خب در این کشورها داره جنگ داخلی بوده و ایران هم بالاخره در این جنگ های داخلی به نقش داره و این نشون میده که خب اهداف سیاسی پشت این وبسایت ها بوده و سعی میکردن با اخباری که پخش میکردن جهت‌دهی بکنن و افکار عمومی رو در این کشورها تحت تأثیر قرار بدن. بهرنگ، اما به نظر میرسه که کارشون خیلی ساده بوده، یعنی سعی نکردن که زیاد رد خودشون رو پنهان کنن. به نظر میاد به اندازه کافی تلاش نکردن. یعنی شما فرض کنید که وقتی شما میخواییم برین یک دامنه اینترنتی جدیدی ثبت کنین، اینا میتونستن از همون روز اول همه اطلاعات این که چه کسی این دامنه رو ثبت کرده، همه اینها رو پنهان کنن. یه خرج خیلی کمی داره، ولی این بی‌احتیاطی رو کردن. مثلا این بی‌احتیاطی رو سال 2012، سال 2013 کردن. دو سه سال بعد که سایت را افتاده، کسان جاهایی هستن که این اطلاعات رو جمع‌آوری و آرشیو میکنن، رفتن این اطلاعات رو پیدا کردن. یا کارهای شبیه به این که میتونست در واقع هویت کسانی رو که پشت این سایت ها هستن پنهان کنه و این بی‌احتیاطی رو کردن و به همین خاطر این ردپا رو به جا گذاشتن. آقای یحیی نژاد، چنین اقداماتی آدم رو یاد روسیه شاید بندازه، به عنوان کشوری که متهم هست که خواسته با چنین عملیاتی روی
برفرض انتخابات ها در آمریکا و اروپا تاثیر بذاره. اگر که این خبر صحت داشته باشه، جایگاه ایران از نظر چنین عملیاتی در دنیا کجاست و چقدر تاثیر گذاره؟ ایران خب با توجه به وسعت کارهایی که داره میکنه، جزء کشورهای حالا 10 کشور اولش دنیا باشه در این کارها، و حتی در همین مقاله رویتر هم رئیس سازمان سیا در مورد فعالیت و گستردگی فعالیت ایران هم جملاتی گفته بود و این رو تایید کرده بود. نکته‌ای که هست اینه که با تمام اینکه ایران خب داره کارهای گسترده‌ای داره میکنه، ولی هنوز نسبت به کشورهای مثل روسیه نقشش خیلی کوچیک‌تره. مثلا یک مقایسه‌ای که انجام داده بودن این بود که کشور روسیه در یه فاصله 5 ساله روی توییتر حدود 9 میلیون توییت با خبرهای دروغ فرستاده. در این مقایسه ایران تنها 1 میلیون توییت فرستاده بوده، حالا کسی که شرکتی که اینها رو مقایسه کرده بود. و خود روسیه حالا روی اینترنت بالاخره سابقه بیشتری داره، و قبل از اینترنت هم که به قول من در شوروی سابق سابقه خیلی زیادی در این زمینه ها داره. یک مقاله‌ای بود که نیویورک تایمز منتشر کرده بود چند هفته پیش، اینکه خبری که ایدز رو آمریکا شروع کرده و مشکل ایدز رو آمریکا در دنیا به وجود آورده، این در واقع یک خبر دروغی بوده که شوروی سابق این رو منتشر میکنه و از طریق روزنامه‌های محلی در هند این رو نشر میده و این خبر منتشر میشه و به جاهای دیگه دنیا میرسه و این به یک شایعه تبدیل میشه که دیگه خیلی مردم دنیای چنین چیزی رو باور کردن که ایدز یک بیماری بوده که از مراکز نظامی آمریکا پخش شده به بقیه دنیا و مردم رو این بیماری شایع شده. یعنی در یک چنین سطحی شوروی در این کار زبده بوده و خب روسیه هم همین کار رو داره میکنه، و ایران در مقیاس خودش در منطقه داره خب چنین کارهایی میکنه و شاید در منطقه خاورمیانه جزء یکی دو تا کشور اول باشه که در این وسعت داره چنین کارهایی میکنه. همونطور که تو گزارش بهرنگ هم اومد، گستردگی چنین کارهایی باعث شده که فشار هم روی شرکت‌هایی مثل فیسبوک و توییتر بالا بره. فیسبوک و توییتر اومدن بستن یه سری از حساب‌هایی که میگفتن که مرتبط با ایران هست. چنین کارهایی چقدر میتونه تأثیر بذاره برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی؟ در آمریکا حساسیت نسبت به این مسئله خیلی بالا رفته، و علتش اینه که توی انتخابات آمریکا اکثر انتخابات نزدیک به 50%، یعنی انتخابات رئیس جمهوری مثلا 51%، 49%، یا 53%، 47% برنده یا باخته میشه. در نتیجه تأثیر چنین چیزهایی از که از خارج وارد بشه و کسانی بیان سعی کنن افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار بدن، حتی اگر به اندازه 1 یا 2% بتونن تأثیر قرار بدن، این میتونه نتیجه انتخابات رو عوض کنه. و به همین دلیل حساسیت تو آمریکا خیلی زیاد شده و شرکت هایی مثل فیسبوک و توییتر دارن سعی خودشون رو میکنن با چنین مسائلی مقابله بکنن. و از اونجا که خب منشأ خیلی از این حرکت ها در آمریکا روسیه و ایران و کشورهایی هستن که آمریکا باشون مشکل داره، شرکت های مثل فیسبوک و توییتر خیلی براشون مشکلی نیست که با اینها روبرو بشن و برخورد بکنن، چون خب جامعه آماده هست و قبول میکنه چنین حرکت هایی از فیسبوک و توییتر. در ماهای اخیر کارهایی که کردن خب بالاخره باعث میشه که روسیه و ایران دستشون بسته بشه. خیلی از این وبسایت هایی که به این شکل به وجود آورده بودن به این راحتی دیگه نمیتونن ایجاد بکنن. اگر هم بخوان ایجاد بکنن باید خیلی تلاش بیشتری بکنن که اینها رو مخفی بکنن. ممنونم ازتون. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری های جدید اینترنت از لس آنجلس با ما، و اینجا با ما بهرنگ تاجدین همکارم. دو خبر کوتاه.
هنگام شهیدی روزنامه نگار با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب ایران به 7.5 سال حبس محکوم شد. اقدام علیه امنیت ملی از اتهامات مطرح شده علیه این روزنامه نگار است. در حکم صادره همچنین با استناد به قانون مجازات اسلامی آمده، هنگام شهیدی به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم است. مصطفی ترک همدانی وکیل خانم شهیدی به دلیل امنیتی بودن پرونده موکلش از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده. نیروی دریایی ایران استفاده از یک کشتی نظامی جدید را آغاز کرده. مقامات ایران میگویند سهند سومین کشتی نظامی ساخت ایران است. به گفته ای آنها این کشتی توانایی حمل سلاح‌های دریا به دریا، ضد هوایی و ضد زیردریایی را دارد. همچنین گفته شده مخزن سوخت این کشتی نسبت به نمونه‌های قبلی بزرگتر است و بنابراین میتواند مدت طولانی‌تری در دریا سفر کند. مرکز پاریس شبیه میدان جنگ است. اعتراض‌ها برای سومین هفته در فرانسه ادامه یافته. معترضان در اعتراض به افزایش مالیات سوخت تجمع کردند. در خیابان شانزلیزه در مرکز پاریس، پلیس در برخورد با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده. تا حالا بیشتر از 150 نفر بازداشت شدند. دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مالیات را بالا برده تا مردم را به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و استفاده از انرژی‌های پاک تشویق کند. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام و از اعضای حزب سبز از پاریس فرانسه با ماست. آقای ایجادی، از بیرون فرانسه وقتی آدم به این تصاویر نگاه میکنه و این جاهای توریستی رو میبینه که گاز اشک‌آور و آتیش دور و برش روشن شده، خیلی تعجب آوره. چقدر برای مردم فرانسه این شوکه کننده بوده؟ بله، برای مردم فرانسه و همچنین برای پرسنل سیاسی و برای کل به هر حال خبرهایی که از اروپا میادش، این به اصطلاح این صحنه‌های شوکه‌آوری هستش و برای همچنین فعالیت‌های توریستی و همچنین برای کلیه کسانی که در بازار کار هستند. و این صحنه‌ای هستش که بدون سابقه بوده. شاید برخی ها به ماه 1968 رجوع میکنن چنین مقایسه ای رو انجام بدن. البته مواردی بودی که با خشونت هم بوده، ولی ابعاد این به اصطلاح صحنه آرایی حالت جنگی برای اولین بار هست که به این ابعاد میرسه. این اعتراضاتی که الان داره میشه، به گفته کسانی که الان در فرانسه هستن، میگن که رهبر خاصی نداره، اصلا سازمان یافته نیست و هرچند که اعتراضات به خاطر افزایش قیمت سوخت شروع شد، ولی الان خیلی گسترده تر شده و دقیقا مشخص نیست که این معترضان چه میخوان. در این صورت چطور دولت میتونه جواب اونها رو بده و راضیشون کنه که برگردن خونه؟ بله، ما با یک گره سیاسی اجتماعی واقعا دوچار هستیم. یک گره کور، از یک سو در واقع افراد تظاهر کننده ای که به عنوان جلیقه زرد هستند، فاقد این توانایی بودن که از جانب خودشون رهبرانی رو، افرادی رو برای مذاکره به طرف دولت بفرستن. هرچند که چند نفری از بین این افراد باهاشون مذاکره شد، ولی که اینها فاقد نمایندگی بودن. از سوی دیگه هم دولت در واقع اون چنان که باید شاید به فهم و درک این مجموعه خاصا در واقع نرسیده و به این خاطر هستش که به نوعی این دو نیرو، یعنی دولت و به اصطلاح جنبش‌های این جنبش اجتماعی، در برابر هم سفارایی کردن، در نوعی عصبانیت زندگی میکنن و بنابراین نمیتونن حرفای همدیگه رو خوب امروز بفهمن، به خصوص در شرایط فقدان سندیکا و یا احزابی که این جریان رو منعکس بکنه، نمایندگی بکنه. و بنابراین برای دولت هم در یک شرایط به هر حال بی ناتوانی و نوعی برای استیصال وجود داره، نمیدونه که با چه کسی وارد مذاکره بشه، زیرا خود این جنبش نخواسته که نمایندگان رسمی تا به امروز در واقع به سوی دولت بفرسته. هرچند که ادعاشون در این هستش که به هر حال در مناطق مختلف در روزهای آینده به سرعت اینها خودشون رو نماینده خواهند داشت و به طرف دولت در واقع ارسال خواهند کرد، که این البته باید ببینیم که در آینده چقدر شد. ممنونم ازتون جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی از پاریس با ما. متشکرم.
به گفته شاهدان یک پناهجوی ایرانی در سربستان در جنگلی در کنار یک اردوگاه پناهندگان در اثر سرما جان خود را از دست داده. یکی از دوستانش به ما گفت که او حدود 40 ساله بوده و از 2 ماه پیش در این اردوگاه اقامت داشته. گفته شده این پناهجو افسردگی داشته. همکارم رعنا رحیم‌پور از مرکز پذیرش پناهجویان در بلگراد با ماست. رعنا، چی بیشتر میتونیم از سرنوشت این پناهجوی ایرانی؟ باران، تا جایی که پناهجویانی که از دوستان این فرد بودن اطلاع رسانی کردن، از قرار نامش پدرام بوده، 2 سال و 4 ماه در انتظار این بوده که بتونه پذیرش بگیره و وارد یک کشور اروپایی بشه، اما متاسفانه درخواستش پذیرفته نشده و به دلیل افسردگی دارو استفاده میکرده. شب گذشته از کمپ خارج میشه و تا صبح ازش خبری نیست. دوستانش خارج میشن در جنگل، متاسفانه جنازه یخ زده اون رو پیدا میکنن. رسانه‌های محلی میگن که سرش آسیب دیده بوده، احتمال داره که زمین خورده باشه و به دلیل سرما جان داده. رعنا، تو اونجا با پناهجوها صحبت کردی، از وضعیت اونا بگو و همینطور جایی که دارن توی زندگی میکنن اگر توی کمپ‌های پناهجویان هستن. ما دیروز به یک کمپ پناهجویان سر زدیم در نزدیکی بلگراد، جایی که اکثر خانواده ها درش زندگی میکنن و با چندین خانواده ایرانی صحبت کردیم. باران، شاید تصور سخت باشه تو اتاقهای 2 در 2، خانواده های 4 نفره، خانواده های 5 نفره. ما یک خانواده صحبت کردیم که 1.5 سال منتظر اینه که موفق بشه. در این فاصله کاری که میکنن اینه که یه اصطلاحی دارن به اسم گیم زدن. پول میدن به قاچاقبر و تلاش میکنن که از راه‌های غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا بشن، از طریق سوار شدن پشت کامیون، از طریق قایم شدن در قطار، از طریق گرفتن تاکسی و گاهی پیاده روی. فرضاً یک کسی که باهاش صحبت کردیم گفت یک شب 16 ساعت پیاده روی کرد تا رسید، اما لب مرز گرفتن. واقعیتش اینه که مرزها رو خیلی سفت و سخت گرفتن. مرز مجارستان دستگاه‌هایی گذاشتن که به گرمای بدن حساسیت داره. خب متاسفانه ارتباطمون با رعنا قطع شد. عذرخواهی میکنم. داشتیم صحبت میکردیم درباره وضعیت پناهجویان در سربستان. فیفا میگوید ادعاهای مربوط به اذیت و آزار زنان عضو تیم ملی فوتبال افغانستان را بررسی میکند. برخی از این زنان میگویند از سوی اعضای مرد فدراسیون مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، ادعایی که فدراسیون فوتبال افغانستان تکذیب کرده. فیفا گفته زمانی که حقیقت مشخص شد اقدامات لازم را انجام میدهد. علی حسینی از کابل گزارش میدهد. توپ اتهام آزار بازیکنان تیم ملی بانوان به میدان فدراسیون فوتبال افغانستان شوت شده. 3 بازیکن سابق و مربی آمریکایی پیشین این تیم به گاردین گفتند که این سوء استفاده در دفتر فدراسیون فوتبال در کابل و همچنین در اردوهای تمرینی اتفاق افتاده. خالده پوپلزی مربی سابق این تیم از روال عادی آزار و اذیت دختران فوتبالیست حرف میزند. یک روال طبیعی تبدیل شده بود که حتی این گسترش پیدا کرده بود که کارمندان فدراسیون فوتبال ترینرها به بسیار راحتی میتونستن که دختران را سبب آزار و اذیت قرار بدن، خواستای نامشروع کنن از دختران، مثل از این که خواستایی که امخواب با دختر شود. متاسفانه این خواستا بودن. فدراسیون فوتبال افغانستان اما میگوید که این اتهامات بی اساس است. امتیازات این بازیکنان سابق قطع شده و از طرف دیگر رسانه‌های غربی به خاطر حجاب اسلامی بازیکنان زن می‌خواهند تیم ملی بانوان افغانستان ضعیف باشد. یک تعداد از خبررسانی‌های غربی هست که با اخبارهای جعلی می‌خوان که افغانستان اسلامیت و خصوصا مردم افغانستان زیر فشار قرار بدن، یا علاقه به این دارن که اگر فوتبال یا اگر ورزش میشه انجام میشه در افغانستان برای بانوان باید حجاب اسلامی نباشه. اگر حجاب ملات هست اصلا ورزش نباشه.
این هم واکنش خالده پوپلزی بعد از این کانفرانس خبری. با جایی که سر اصل موضوع حرف بزنن احساس میکردم که یک ملا استاد است و خود بمیته بر مردم. راجع موضوع را میخواهند که راجع به اسلام بسازند و راجع به ایجاب بسازند در حال که هیچ بنیاد نداره، اساس نداره، ما روی اسناد گرد میزنیم. حالا قرار است فیفا وارد میدان شود. اگر این اتهامات ثابت شود، ضربه سنگینی به ورزش نوپای فوتبال بانوان در افغانستان خواهد بود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. خب امسال هم مثل سالهای گذشته بی بی سی یک هفته رو به زنان اختصاص داده. پروژه‌ای به نام صد زن که از 5 سال پیش شروع شد تا درباره زنان و مشکلاتشون در جامعه صحبت کنیم. به مدت 5 شب قسمت دوم 60 دقیقه ویژه این برنامه است. من اینجا ازتون خدافظی میکنم و دعوت میکنم با جمال موسوی همراه بشید برای اولین قسمت صد زن امسال. خیلی ممنونم باران. خوش اومدید به اولین برنامه از سلسله برنامه‌های صد زن. ویژه برنامه‌ای که از امشب تا چهارشنبه پرسش‌هایی درباره مسائل زنان مطرح می‌کنه. بی بی سی جهانی و بخش فارسی به این موضوع می‌پردازه که چرا زنان در مقایسه با مردان فرصت‌های کمتری دارند و مشکلاتی بیشتر. چطور می‌توان وضعیت زندگی اونها را بهتر کرد؟ ما بر روی موضوعاتی انگشت می‌گذاریم که از جهاتی کمتر درباره اونها گفته شده. میهمان من امشب در استودیو پگاه بنی هاشمی حقوقدانه و همینطور دکتر علیرضا شمشیرساز، استادیار گروه جراحی زنان و زایمان دانشگاه بیلور و جراحی جنین. در اولین برنامه صد زن درباره بحث رحم اجاره یا رحم جایگزین در ایران و چند کشور دیگه صحبت می‌کنیم. اینکه نبود قانون روشن در ایران چه مشکلاتی پیش آورده و چند نمونه دیگر در دنیا چه راهکارهایی پیش گرفتن. و البته به مناسبت اولین شب برنامه‌های صد زن از 2 هنرمند دعوت کردیم که اجرای اونها آمیخته مفهومی از رقص و نمایش برای بازتاب دشواری‌ها و امیدهای زنان. برای خیلی از زنان کابوسی بزرگتر از این نیست که نتونند مادری رو تجربه کنند، یک رابطه عاطفی بی همتا رو. مثلا به دلیل فقدان رحم یا ایستگی زودرس، ابتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی، سقط‌های مکرر یا دلایلی دیگه که امکان وضع حمل رو از فرد می‌گیره. سال‌هاست که علم و تکنولوژی این امکان رو در اختیار زوج‌های گذاشتن که به این دلایل نمیتونن بچه دار بشن. رحم جایگزین که به زن و مرد دیگری اجازه میده که اسپرم و تخمک خود رو در رحم نفر سوم بارور کنند. با اینکه بیش از 10 سال از مجاز شدن استفاده از رحم جایگزین در ایران میگذره، هنوز اونطور که باید نظارتی در این باره وجود نداره. حقوق اجاره کننده و صاحب رحم جایگزین و کودک به درستی روشن نیست و طرفین ماجرا ممکنه درگیر پیچیدگی‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بشن که هیچ تصوری از اون نداشتن. مریم افشان گزارش میده. زن و شوهری میخواهند بچه دار شوند. زن به ده‌ها دلیل توانایی حمل جنین را در رحم خود ندارد، اما زنی دیگر میتواند رحم خود را در اختیار او بگذارد. تخمک و اسپرم زن و شوهر در رحم زن دیگری جای میگیرد و 9 ماه میزبان جنین آنها میشود. بعد از آن فرزند به دنیا آمده به پدر و مادر داده میشود. در ظاهر همه چیز ساده به نظر می رسد، ولی روابط انسانی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بسیار پیچیده ای پشت این ماجراست. قانون در مورد رحم جایگزین یا رحم اجاره‌ای در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی کشورها نمی توان بابت اجاره رحم پول پرداخت، مانند بریتانیا، ولی در بعضی کشورها این کار قانونی است. در ایران نزدیک به 15 سال است که بستن این قرارداد و اجاره دادن رحم قانونی است. هرچند بین فقها از نظر شرعی اختلافاتی وجود دارد و قانونگذار هم قوانین مشخصی در این باره ندارد. کلا ما قانونی رو نداریم که این موارد رو پیش بینی کرده باشه که رحم اجاره‌ای چی هست و چجوری انجام میشه، طرفین چجوری باید به توافق برسن، حتی در مورد نحوه انجام این توافق که چی کار باید بکنن. قانون خاصی در این مورد متاسفانه وجود نداره، مراحلش رو پیش بینی نکرده، طرفین باید خودشون به توافق برسن. تنها قانونی که در این مورد داریم ما قانون مدنیه که میگه قراردادها قابل احترام هستن و الزام آور.
در ایران در اکثر مواقع زنان به دلیل فقر تکه‌ای از بدنشان را به زن و شوهرهایی که امکان بچه دار شدن ندارند اجاره می‌دهند. قوانین انگلیس به این ترتیبه که اگر خانومی بخواد این کار را انجام بده باید کاملا از همه لحاظ خونش آزمایش بشه، بدنش تحت آزمایشات متعدد قرار بگیره که بدونن این کار رو میتونه انجام بده، چون میدونین اون خانم باید یا دارو بگیره، باید داروهای هورمونی بگیره که رحمش آماده بشه، یا توی نچرال سایکل میتونه، یعنی سایکلای طبیعی بذاره. بعد اینها مثلا HIV نباید داشته باشن، تمام این تستای بیماری عفونی رو میکنن قبلش از خانم، چون ممکنه یه سری بیماری ها هست که تو اگر به بچه بدی، مثلا اگه شما خود نکرده ایدز داشته باشین اون به بچه میگیره، در نتیجه تمام این آزمایش ها انجام میشه. بعد از لحاظ سایکولوژیکالی میان مادری رو که قراره این بچه رو حمل کنه نگاه میکنن، خانوادهش رو نگاه میکنن که ببینن چند تا بچه داره، چجوری تحت استرس قرار میگیره یا نه. میدونین همه اینا به خاطر اینه که انسانیت میگه باید این خانم به زور این کارو نکنه، بلکه خودش بخواد بکنه. در ایران مراکز ناباروری هستند که زوجها می توانند تحت نظر آنها پروسه رحم اجاره‌ای و قرارداد را طی کنند. البته باید دو طرف در این قرارداد توافق داشته باشند. ولی نهاد خاصی که این قراردادها را تنظیم کنه و ناظر به این قراردادها باشه متاسفانه وجود نداره و همین باعث بروز یه مشکلات عدیده‌ای شده و الان بازار دلالا در این مورد واقعا داغه. یه کورسایی هست که قبل از اینکه برن این قبول کنن که سروگیت بشن میتونن برن اون تون کورسا باید شرکت کنن که توی مثلا آخر هفته دو روزه که اینا بدونن دقیقاً چه حقوقی دارن و چه مسائلی رو باید فالو کنن، یعنی اجرا کنن. یعنی نمیتونن برن مشروب بخورن، سیگار بکشن، شب بیدار خوابیای متعدد داشته باشن، تمام این مسائل رو بچه اثر میذاره. مثلا شما یک کلینیکی دارین که میاد این کار رو برای خانمی میکنه، درسته؟ اون کلینیک حدود فکر کنم دو تا کتاب باید فقط فرم پر کنن تا بتونن به اون مسئله برسن. رحم جایگزین قراردادی یکی دو روزه نیست و حتی بیش از 9 ماه زمان میبرد، چه برای آزمایش های اولیه و چه حتی برای دوران شیردهی. در این مدت هزاران اتفاق ممکن است رخ دهد. زنی که جنین را حمل می کند ممکن است دچار درگیری های عاطفی عمیق شود و بخواهد کودک را برای خود نگه دارد. زن و شوهری که خواهان فرزند بودند ممکن است به دلیل اختلافات و یا دلایل دیگر از داشتن کودک منصرف شوند. ببینید اگر قراردادشون به صورت رسمی تنظیم شده باشه، با توجه به این که تو قانون مدنی ما گفته قراردادی که به صورت خصوصی بین اشخاص منعقد میشه، ماده 10 قانون مدنی گفته الزام آوره، خب طرفین میتونن این قرارداد رو به دادگاه ارائه بدن و اونجا حق و حقوقی رو که میخوان مطالبه کنن. منتها دادگاه ممکنه اصلا بر اساس این قرارداد هم نتونه فصل اختلاف بکنه، یه چیزایی باشه که اصلا تو توان دادگاه نباشه چون قانون خاصی در این مورد وجود نداره. وقتی صحبت از رحم جایگزین می‌کنیم، حرف از قراردادی می‌زنیم که شامل پیچیده‌ترین روابط انسانی بین دو طرف و بعد از آن کودکی می‌شود که با این قرارداد پا به دنیا خواهد گذاشت. یک طرف زنی است که شرایط جسمیش اجازه حمل جنین را به او نمی‌دهد و شاید تحت فشارهای اجتماعی سنتی برای مادر شدن به سراغ زن دیگری می‌رود. طرف دیگر زنی است که نقش مادر میانجی را بازی می‌کند. این زن دیگر در بسیاری موارد به دلیل فقر و حتی در مواردی به اجبار شوهر برای کسب درآمد رحمش را اجاره می‌دهد. برخی از حقوقدان‌ها می‌گویند در کشوری مانند ایران که قانون سفت و سختی وجود ندارد، باید راهی پیدا کرد که سلامت جسمی این زن و سلامت روان او و دغدغه‌هایش در نظر گرفته شود و قانونگذار باید تلاش کند تا راه هر نوع سوء استفاده از او و زن دیگری که در انتظار کودکش هست را ببندد. گزارش بود از مریم افشنگ. پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا در استودیو با ماست و همینطور دکتر علیرضا شمشیرساز، استادیار گروه جراحی زنان و زایمان دانشگاه بیلور از هیوستون آمریکا. خانم بنی هاشمی، در گزارش مریم هم اشاره شد رحم جایگزین مجاز در ایران، ولی از نظر حقوقی و از سایر نظرها چقدر زمینه انجام چنین کاری فراهم هست و آمادگی وجود داره؟ و
بله، همونطور که توی گزارشتون هم اشاره شد، به اصطلاح بیش از سال 83 ما یک قانون 5 ماده‌ای رو مجلس تصویب کرده و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته تحت عنوان به اصطلاح اهداء نطفه. منتها این یک در واقع قوانین به صورت کامل نیست، فقط یک مختصری توضیح میده که چه زن و شوهرهای چه زوجینی مجاز هستن که در این کار در ایران این کارو انجام بدن، که به اصطلاح باید یک فرمی رو تایید شده از وزارت بهداشت دریافت کنن که اینها قادر به بچه دار شدن نیستن و یک گواهی رو هم از به اصطلاح دادگاه درخواست بکنن، دادگاه خانواده بهشون میده و این قسمتی هستش که مربوط به پدر مادری هست که در واقع خواستار داشتن بچه هستن. منتها هیچ اداره یا نهادی یا مرکز خاص دیگه‌ای در انجام این امر، در طی انجام این امر در واقع وجود نداره که به این کار نظارت بکنه. صحیح، شما هم مسائل ایران رو در این زمینه بررسی میکنید و هم اینجا در بریتانیا. اگه بخواید یه مقدار مقایسه بکنید خیلی کوتاه، وضعیت در اینجا در بریتانیا چطوریه؟ در خصوص این موضوع باید بهتون بگم که اول ابتدا به ساکن به ذهن اینطور خطور پیدا میکنه که احتمالاً در بریتانیا خیلی ما قانون مدرنی داریم، ولی حتی اینجا مردم با یه سری مشکلاتی مواجه هستن. حتی سال 2015 یک کمپینی در این رابطه به راه افتاد، سال 2016 فقط گاورمنت یعنی دولت یک گایدنسی رو، یک دفترچه راهنمایی رو برای اشخاص منتشر کرد. اما همون قضیه که من میتونم بگم که در ایران حقوق مادر جایگزین یه مقداری در اقلیت قرار گرفته، اینجا دقیقاً به صورت افراطی حقوق مادر جایگزین خیلی خوب پیش بینی شده ولی حقوق پدر مادر واقعی خیلی پیش بینی نشده. ابعاد حقوقی رو بیشتر باز بررسی می‌کنیم. آقای دکتر شمشیرساز، اگر شما بخواید نگاهی بکنید با آمریکا و مقایسه‌ای بکنید با اینجا بریتانیا و همینطور ایران، چی میشه گفت؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز بی بی سی فارسی، باید از نظر پزشکی وقتی بخوایم این مسئله رو بررسی بکنیم، باید بیایم ببینیم که اول مشکلات پزشکیش به چه صورتی هستش و کلاً انجام این کار به این صورت هستش که تمام مجامع بین‌المللی بر این باور هستن که فقط در موارد پزشکی بهتر هست که این کار انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی که اگر یک زوجینی نتونن بچه دار بشن و این بچه دار شدن میتونه دلایل خاص داشته باشه، مثلا مادر میتونه رحم نداشته باشه یا میتونه مثلا تخمک نداشته باشه یا به صورت زودرس تخمکش نارس بشه یا در مواردی مادر از نظر جسمانی سلامت رو نداشته باشه که اصلا حاملگی رو بتونه ادامهش بده یا دچار سقط‌های مکرر بشه. در این موارد هستش که انجمن‌های بین‌المللی گفتن که امکان استفاده از رحم جایگزین امکان پذیر هستش. در مجموع افرادی رو که انتخاب میکنن برای این کار باید افرادی باشن که حداقل یه دونه زایمان طبیعی سالم رو داشته باشن. در هر صورت اینها حتمی نیست ولی حداقل باید زایمان طبیعی رو داشته باشن و از نظر سلامت هم این افراد باید سلامت کامل رو داشته باشن. یعنی قبل از اینکه میخواین کار انجام بدن یک سری آزمایشات عفونی بسیار کاملی انجام میشه روی این افراد، آزمایشات از نظر سلامت جسمانی روی این افراد انجام میشه و از نظر سایکولوژیک هم انجام میشه که مطمئن بشن که این افراد سالم باشن. برای به هم این کار را در مجموع این کارها، یعنی تمام این گایدلاین هایی که در امریکا انجام میشه، در همین گایدلاین ها رو در انگلیس و همچنین گایدلاین ها در ایران هم انجام میشه. از نظر آمادگی های حقوقی مسائلی مثل مشاوره و غیر و ذلک چقدر در آمریکا امکانات در اختیار افراد هست؟ حالا افراد میرن این کار رو بکنن، چقدر کمک میشه، همکاری صورت میگیره با اونها؟ افراد برای اینکه این کار رو انجام بدن بایستی که هر کدوم از طرفین، یعنی هم اون خانواده و هم فردی رو که به عنوان رحم جایگزین بخوای انتخاب کنیم، هر دوی این افراد باید وکیل خاص خودشون رو داشته باشن. قبل از این کار باید حتما هر دوی این افراد از نظر روانشناسی و روانپزشکی مورد بررسی قرار بگیرن و حتما باید با متخصص زنان و زایمان و افرادی که در این در این قسمت تبحر خاص داشته باشن بررسی بشه. بعد تمام این کارها رو هم دانشگاه‌ها یا اون مرکزی که این کار رو انجام میده رو به صورت روتین برای این افراد انجام میده. گفتگو رو ادامه میدیم ولی قبل از اون اجازه بدید که از تجربه یکی از بیننده‌ها بشنویم که در این زمینه خودش تجربه داشته و با ما صحبت کرد.
من یکی از نزدیکان خودم هستن که دوبار این کار رو انجام داده. بار اول انجام داد، به امید خدا هیچ مشکلی نبود، بچه به دنیا اومد، ولی برای بار دوم جنین، قلب جنین تشکیل نشد، طرف مقابل به قراردادش عمل نکرد، مجبور شد بره بیمارستان سری قرص و آمپول و آزمایش برای اینکه بتونن جنین رو سقطش کنن، نشد. رفتن برای کورتاژ با هزینه شخصی خودشون که در واقع تو قرارداد جز هر اتفاقی که بیفته چه شکل بیسته، این را همش باید به عهده طرف مقابل باشه که انجام ندادن، رها کردن. تو اون مرحله وقتی که کورتاژ انجام شد، دکتر فردا اومد اعلام کرد که دیگه این خانم نمیتونه بچه دارشن. ما رفتیم مشاوره دادگاه سمت منطقه خودمون، چون قرارداد محضری بود. برگشت گفت شما تا بخواید بدوی دنبله بید بیاید دیگه براتون هیچ ارزشی نداره، چون چیزی به دست نمیاری. ما گفت فقط یه هزینه کورتاژ رو بده، برگشت مهم نیست، حالا بنده خدا که نمیتونه بچه دارشه اینا بماند، خودش میدونه خدای خودش، ولی این هزینه کورتاژ هم نتونستم بگیرن از این. گفت شما تا این چیز کنید آقا دستتون به جایی نمیرسه، چون چیزی تا حالا تا توی این مورد ما چیزی نداشتیم که بخواد کسی پیگیری کنه، برید خودتون چیز کنید تمامش کنید بره. این جوابی بود که مشاور دادگاه به ما داد. تجربه خیلی تلخی بود. دو تا بود داشت، یکیش بود حقوقی بود و یکیش هم بود پزشکی. اجازه بده که اول بود پزشکی ماجرا رو از آقای دکتر شمشیرساز بپرسم. آقای دکتر، این بیننده یا شنونده میگفتند که خانمی دو بار چنین تجربه‌ای داشته، دفعه دوم چنین سرنوشتی. فردی که رحم خودش رو اجاره میده از نظر پزشکی آیا باید پیامدهای رو قبول بکنه؟ در مجموع افرادی که این کار رو انجام میدن، همچی گفتم، افراد جوان و سالمی هستن، ولی در هر صورت هر حاملگی امکان داره که یک سری خطرات خاص خودش رو داشته باشه که از جمله میتونه همینطوری که بیننده عزیز گفتن مثلا دچار همین مشکلات شده باشه. بیشتر سوال من اینه که فرقی داره با حاملگی های طبیعی؟ میتونه خطرناکتر و پیچیده تر باشه؟ با حاملگی های طبیعی هیچ فرقی از نظر خطر نداره، هر دوشون در یک سطح. صحیح. خانم بنی هاشمی، حق و حقوق افراد چطور تعیین میشه؟ ما خب در شرایط عادی پدر داریم، مادر داریم، فرزند داریم، ولی اینجا فرد دیگری هم دخیل هست. بله. خوشبختانه در ایران مشهور فقها این به اصطلاح مادر جایگزین رو پذیرفتن. در نتیجه اینه که در حقیقت فرزندی که از این راه به دنیا میاد فرزند مشروع هستش و تمام حق و حقوقی که یه فرزند دیگه میتونه به صورت عادی از مادر به دنیا بیاد رو داراست، از قبیل مثلا ارث و بقیه نفقه و تمام این حقوق رو در حقیقت فرزندی که از مادر جایگزین به دنیا میاد داره. منتها زنی که مادر جایگزین هستش این حقوق رو نداره، یعنی فرزند تمام حقوق رو به صورت کامل داراست، ولی مادری که این بچه رو به دنیا میاد حق ارث نداره و حق رابطه حقوقی در حقیقت با اون زن و شوهر پیدا نمی کنه. حقی که داره فقط میتونه در محتوای یک قرارداد براش به وجود بیاد، یعنی اونم به این صورت هستش که اگر قراردادی وجود داشته باشه. حالا مثلا در گزارش شما اشاره شد که بله، با استناد به قانون دهه مدنی اشخاص خصوصی میتونن قراردادهایی رو بنویسن، ولی اینکه این قراردادها چقدر بتونه حامی اون مادر جایگزین باشه یا چقدر حامی پدر مادر واقعی طفل باشه، اینا همش برمیگرده به اینکه اون قرارداد چطور تنظیم شده و در مرحله دوم چه ضمانت اجرایی هستش برای اینکه این قرارداد چطور اجرا بشه. اتفاقا در همین زمینه هم ما گزارشی داریم، بعضیا معتقدن که بدون دریافت هیچ مبلغی و بدون قرارداد باید به خانواده هایی که نمیتونن فرزند داشته باشن کمک بکنن، زنانی که این کار رو خدمت به اجتماع میدونن. کانادا از جمله کشورهایی که در اون دستمزدی برای رحم جایگزین پرداخت نمیشه و تنها خرج زندگی در 9 ماه بارداری پرداخت میشه. مراکزی برای حمایت روانی از این زنان در کانادا وجود داره که این زنان رو دور همدیگه جمع میکنه تا تجربه های خودشون رو در اختیار یکدیگر قرار بدن. سری بزنیم به یکی از این مراکز. امروز حدود 50 تا 60 نفر اینجا میان که بدنشون مهمون جنین دیگرانه. ما این جلسات رو هر چند ماه یک بار در سراسر کانادا برگزار میکنیم. این فرصتی برای زناست که بیان و با هم آشنا بشن. اینجا برای ما محیط مقدسیه. اجاره دادن رحم میتونه بسیار سخت باشه. مهمترین چیز در اینجا احترام گذاشتن به زن هاست.
In Canada, surrogacy is altruistic. قرض دادن رحم در کانادا یک کار بشردوستانه است. زنهای حامل برای این کار پولی دریافت نمی‌کنند. موجر یا مستأجری در این کار وجود ندارد. یک ارتباط و تعهد میان دو گروه که باعث شکل گرفتن خانواده میشه. In order to build a family. I see a lot of American surrogates. They're, you know, they get paid. تو آمریکا زنان رحمشون رو اجاره میدن و مبلغی بین 60 تا 120 هزار دلار بابتش دریافت میکنن. اما تو کانادا ما این کارو نمیکنیم. ما ماشین تولید بچه نیستیم. ارزشش هم تو همینه. من توی شهر خیلی کوچیک زندگی میکنم و به خاطر این کارم نظرات منفی زیادی شنیدم. به هم میگن تو چطور میتونی بچه رو بدی بره؟ با بچه‌های خودت چی کار میکنی؟ تو داری خودت و خانواده‌ت رو نابود میکنی. این فقط 9 ماهه. It's 9 months. این اولین باریه که من رحمم رو اجاره میدم. دارم همه تلاشامو میکنم که به بچه زیاد وابسته نشم که در نهایت دل کندن ازش واسم سخت بشه. تنها نگرانی من از احساسات خودمه بعد از به دنیا آوردن بچه. دارم از خودم مراقبت میکنم. من یه پدر مجرد رو انتخاب کردم. این برای من خیلی مهم بود چون مردها راهی برای بچه دار شدن ندارند. به عنوان یک زن این کار به من قدرت میده که میتونم برای خودم تصمیم بگیرم. دلیل لذت بردن من از اجاره رحم اینه که من با این کار میتونم به کسایی که برای مدت‌های زیادی آرزوی داشتن چیزی رو داشتن کمک کنم که به دستش بیارن. به خودم افتخار میکنم. خیلی خوشحالم که میتونم این بچه رو واسه کسی به دنیا بیارم. She's out in the world now. یه دختر به دنیا آوردم و تونستم یه خانواده بسازم. بچه من نیست، بچه یه خانواده دیگه است. گفتگو رو ادامه میدیم با میهمانهای برنامه، پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا در استودیو و همینطور دکتر علیرضا شمشیرساز. آقای دکتر شمشیرساز، از این جهت این سوال رو میپرسم که میگن جامعه آمریکا جامعه محافظه‌کار، در مجموع یک جامعه مذهبی به حساب میاد. موضوعاتی مثل مشروع نامشروع بودن، مثل ازدواج همجنسگراها، همه با این موضوع پیوند پیدا میکنه. تا چه اندازه زمینه اجتماعیش در آمریکا هست؟ چقدر پذیرفته میشه چنین موضوعی؟ والا سوال بسیار خوبی است. بستگی داره که اولا در کدوم قسمت امریکا زندگی کنین، چون که ایالت با ایالت متفاوته. در اینجا بیشتر ایالت‌های جنوبی خیلی محافظه کار هستن، هنوز هم در منطقه که ما داریم کار میکنیم خب خیلی از زوجین هستن که فکر میکنن این کار درست نیست و نظر اجتماعی انجام نمیدن. ولی در هر صورت باید هر کدوم از اینها رو به قول معروف ما بهش میگیم ایندیویدوالایز باید بکنیم، یعنی هر کدوم از اینها باید به فرد نگاه کنیم و ببینیم کار رو بخونن انجام بدن یا نه. در صورت بعضی از خانواده‌ها براشون پذیرا نیست این کار. در مورد خود افراد چه؟ شما تصور بکنید که فردی به این شکل به دنیا بیاد، خیلی زود بچه‌ها بزرگ میشن. این فرد چه احساس تعلقی میتونه بکنه؟ کدوم یکی از این افراد رو میتونه به عنوان مادر یا والدین خودش بپذیره؟ بلا نظر علمی اگه من بخواهم این رو بحثش بکنم، اطلاعات کمی در دست هست، چون به خاطر اینکه تعداد این بچه تعداد زیادی نیست. ولی همون اطلاعاتی که ما داریم و همون مطالعاتی که انجام شده، این بچه از نظر رشد و نظر تکاملی هیچ تفاوتی با بچه های خانواده های دیگه ندارن. از نظر ژنتیک چی؟ ببینید، نظر ژنتیک خب باز هم مشکل ندارن، چون که اکثر موارد ژنتیکشون دقیقا ژنتیک مادر پدره. یعنی در اکثر موارد شما تخمک رو از مادر میگیرید و اسپرم رو از پدر، و بعد از اینکه لقاح میکنید و جنین تشکیل میشه اون رو وارد رحم جایگزین میکنید. دانش از نظر ژنتیکی کاملا در اکثر موارد متشابه مادر پدر خودشون هست. و اینی که خب از خون فرد دیگری تغذیه میکنن که مادر جایگزین باشه، این آیا تفاوتی در قضیه ایجاد میکنه؟ هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. و جالبتر هم باید بدونید که اکثر افرادی که به عنوان رحم جایگزین انتخاب میشن افراد جوانی هستن، درنش نسبت به مادر پدر خودشون رحم ها مناسب تری هستش در مجموع.
آن بنی هاشمی، اشاره شد که در ایران کاستی های وجود داره، مشکلاتی هست، ولی واقعا از نظر حقوقی تا چه اندازه میشه گفت که افراد بهشون اطلاع داده میشه، میدونن که چی کار باید بکنند؟ راستش من باید بگم که متاسفانه فکر میکنم اطلاعات زیادی احتمالاً آدما ندارن، به خاطر اینکه همطور که آقای دکتر بهتر میدونن در آمریکا به طور مثال معمولاً وکلا و مراکز درمانی در این کار دخیل هستن. خب این خیلی کمک میکنه به دانش افراد و آدمایی که میخوان این کار رو انجام بدن، ولی زمانی که این موضوع برمیگرده بین سه نفر، در واقع یه مثلث پدر مادر و یک مادر جایگزین، این دیگه بستگی داره به اینکه اون افراد از چه طبقه میان، چقدر آدمای دارای تحصیلات هستن یا نیستن، که معمولا هم شما نگاه بکنید متاسفانه در جوامع در حال توسعه مثل مثلا ایران یا هند یا جاهای این چنینی، افرادی که در از طبقه محروم جامعه هستن معمولا انتخاب میشن برای اینکه مادر جایگزین باشن. در نتیجه اینکه چقدر اونها به حقوق خودشون اشراف داشته باشن، من یه مقداری شک دارم. به علاوه به اینکه مثلا در هند الان یه مرکزی باز شده که خیلی کوتاه بگم، اولین کاری که میکنه این هستش که اگر مادر برای این کار، مادر جایگزین، پولی رو دریافت میکنه، مستقیما این پول رو به حساب خود مادر میریزن، خود مادر جایگزین. برای اینکه ما توی ایران مواردی رو داریم که معمولا شوهر مادر جایگزین این پول رو برمیداره و اینجا زن به عنوان مادر جایگزین یک قربانی محسوب میشه، یعنی این کار رو انجام میده ولی ممکنه حتی منفعتی هم از این کار نبره. شما قوانین اینجا رو و ایران رو مطلع کردید کم و بیش در این زمینه، های دکتر هم توضیحی از وضعیت در آمریکا دادن. حقوق معمولا خیلی وقتها مسائل عاطفی رو چندان در نظر نمیگیره، میخواد به حق افراد توجه بشه، ولی کدوم یکی از این کشورها به نظر شما مسائل عاطفی رو بیشتر در نظر میگیره؟ از اونجایی که من میدونم در کشور بریتانیا تقریبا بیشتر حق رو میدن از نظر عاطفی به مادر جایگزین. علتش هم این هستش که اول از همه باید بگم که توی بریتانیا شما نمیتونید برای این کار هیچ پولی دریافت بکنید، این صرفا یه کار بشر دوستانه است. یه سری کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان که اصلا خیال خودشون رو راحت کردن، اصلا بحث مادر جایگزین رو ندارن، این براشون غیر قانونی هستش. ولی در انگلستان به همین دلیل مسائل عاطفی تمام حقوق رو واگذار کردن به مادر جایگزین و تا زمانی که بچه به دنیا بیاد، بعد از به دنیا آمدن بچه مادر جایگزین اگر یک به اصطلاح ورقه رو امضا بکنه و اینو به پدر مادر اصلی بده، حق خودش رو میگذره و این حق رو برمیگردونه به پدر مادر اصلی، و الا حتی در بریتانیا مادر جایگزین قادر هستش که بچه رو برای تمام عمر نگه داره. و این خب معلوم نشون میده که به بحث مسائل عاطفی در این زمینه در خصوص مادر جایگزین خیلی اهمیت داده میشه. در ایران قطعا مادر جایگزینی همچین حقی رو نداره و بلافاصله باید به اصطلاح بچه رو تحویل پدر مادر بده. منتها موضوعی هم هستش که وقتی به دنیا میاد تو بیمارستان اون زن بستری میشه، معمولا نوزادان به نام مادری که بچه رو به دنیا میاره به دنیا میان و بعدن اونجا ما یه سری مشکلاتی داریم، آدمایی که این کاری کردن مشکلاتی داشتن که اون وقت چطور میشه برای این بچه شناسنامه گرفت. همین موضوعات که شما اشاره کردید پیچیدگیش وقتی بیشتر میشه که یک زوج همجنسگرا هم پاش در میون باشه. آقای دکتر شمشیرساز، در آمریکا چطور این موضوع باهاش برخورد میشه؟ بیشتر منظور من اینه که در جامعه‌ای که مثل آمریکا که رسانه‌ها تعدادشون زیاده، آیا به اندازه کافی به نظر شما اطلاع رسانی میشه؟ در جامعه پزشکی اطلاع رسانی میشه و این کار اجازه هست که افراد انجام بدن و جوامع پزشکی و کمیته‌های مختلف اینو مورد تایید قرار دادن، ولی باز هم در هر صورت از نظر کل جامعه آیا پذیرا هستش یا نیست باز هم متفاوته در قسمت مختلف امریکا. متشکرم از دکتر علیرضا شمشیرساز، استادیار گروه جراحی زنان و زایمان دانشگاه بیلور و جراحی جنین از هیوستن تگزاس با ما و همینطور اینجا در استودیو پگاه بنی هاشمی حقوق داد. در این پنج شب قرار زنان موفق ایرانی در رشته‌های مختلف را هم معرفی کنیم. این زنان در کمتر از 2 دقیقه از خودشون میگن و از اینکه چطور در کار خودشون موفق شدند. امشب با مونا ورنون آشنا میشیم. خانم ورنون یکی از مدیران ارشد فناوری بخش تحقیقات بنیاد تامسون رویترز. او مسئولیت هدایت و مدیریت پژوهشگاه‌های تکنولوژی تامسون رویترز رو در سراسر جهان بر عهده داره.
هوش مصنوعی به نظر ترسناک میاد برای اینکه الان خیلی جدیده، اما من باورم میشه که کمک میکنه آدم بهتر کارش رو بکنن و اگه آدم دیزاین خوب هوش مصنوعی بکنه میتونه مردم بیشتر بسشون کار بسازن و بهتر بهشون قدرت بده، مثل قدرت سوپر هیرو. من پدرم همیشه بهم میگفت که هرچی دلم میخواد میتونم بکنم. فکرشو نکردم آیا زنم، ایرانیم. واسه من همیشه اول مهندس فکر میکردم بودم، بعدش پدر مادرم خیلی پشتمو گرفته بودن و میگفتن اگه دوست داری میتونی بکنی. من الان یه مادر تنها هستم با دوتا بچه کوچیک و یه کار خیلی مهمی دارم توی شرکتم و واسه من اولین چیزی که مهمه اینه که شرکتم میدونه که من یه زندگی دارم و یه کار دارم و میتونم هر دوتا رو با همدیگه بکنم و دوباره واسه من مهمه که حرفشو بزنم که من یه مادر تنها هستم که دخترهای دیگه بدونن که این یه چیزی نیستش که آدم باید ازش ناراحت باشه یا بترسه. همه میتونن کاری که دوست دارن داشته باشن. باید دورور ما دنیا قبول کنه که هممون فرق میکنیم و کار به این مهمی که من دارم میشه آدم بکنه و بودن یه مادر. در پایان برنامه یادآوری میکنم که در وبسایت ما هم مطالب متنوعی مرتبط با فصل صدزن در دسترس هست و برنامه فردای هشتگ شما هم در همین زمینه است. در اینجا از شما دعوت میکنم که بیننده یک نمایش کوتاه مفهومی در رابطه با موضوع برنامه باشید. تلاش زنان برای برابری و به رسمیت شناخته شدن قابلیت های اونها. خانم ها آقایون، برنامه رو با اجرای شرل پرنس و شارلوت سلیتر از تئاتر سیمیا به پایان میبریم.